دوستان، وقتتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خوش اومدین و امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که چگونه میتونیم بیماری ایدز رو از روی نشانه های شایع اون تشخیص بدیم. در ابتدای بروز بیماری، افراد مبتلا ممکن است علائمی مانند سرماخوردگی از خود نشان دهند که تشخیص آنها از نشانه های آنفولانزا و عفونت های گوارشی یا تنفسی غیر ممکن است. ایدز یا نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی بدن بیماری غیر قابل درمان است که از طریق تماس خون یا مایعات درونی بدن فرد بیمار با خون افراد سالم منتقل می شود. طی این بیماری ویروس نقص ایمنی انسان موسوم به HIV سیستم دفاعی بدن رو به شدت تضعیف می کند تا حدی که فرد توان مقابله با بیماری های جزئی را نداشته و در نهایت به علت بیماری های عفونی یا قارچی جان خود را از دست می دهد. بر اساس آمار به دست آمده، علائم ایدز بسته به پیشرفت بیماری ممکن است متفاوت باشد. از نشانه های اولیه که ورود ویروس HIV به بدن می توان به موارد زیر اشاره کرد: سردرد، تب، خستگی، تورم غدد لنفاوی، کهیر، درد عضلات و مفاصل و گلو درد. این علائم ممکن است چند روز تا چند هفته به طول بیانجامد. جالب است بدانید در این دوره تست های HIV نیز قادر به تشخیص بیماری نیستند. این در حالی است که افراد در این مرحله ناقل بیماری محسوب می شوند و ویروس را به بدن افراد انتقال می دهند. از طرفی افراد ممکن است 10 سال ناقل ویروس HIV باشند و هیچ علائمی از خود نشان ندهند. 5 علامت شایع بیماری ایدز به شرح زیر است. کهیر حاد. بر اساس آمارهای دکتری، نشانه های کهیر در این بیماری انواع مختلفی دارد. یکی از نشانه های آن سبوریک درماتیتس است که در ابتدای ورود ویروس HIV به بدن با جوش های کوچک و تیره بر روی صورت، تن، دست ها و پاها ظاهر می شود. در برخی موارد کهیر به شکل زخم در دهان بروز می یابد و ممکن است حدود 2 هفته در نقاط مختلف بدن رویت شود. این حالت معمولاً حدود 2 الی 3 هفته پس از انتقال ویروس رخ می‌دهد. ضایعات پوستی و برفک. عفونت ویروس HIV ممکن است با انواع مختلف ضایعات پوستی همراه باشد. عفونت‌های پوستی با ضایعات تبخال و تاول‌های کوچک پر شده از مایع مشخص می‌شوند. این تاول‌ها بسیار دردناک بوده و به سرعت در سطح پوست گسترش می‌یابند. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، ضایعات پوستی ناشی از تضعیف سیستم دفاعی بدن به شکل فلزهای نقره‌ای چسبنده به چشم می‌خورند. بد نیست بدانید این ضایعات و تاول‌های پوستی ممکن است منجر به تشکیل سلول‌های سرطانی نیز بشوند. از دیگر علائم اولیه ابتلا به ایدز می‌توان به بروز برفک در سطح پوست اشاره کرد که با لکه‌های سفید یا تاول‌های غیر عادی در زبان یا دهان مشخص می‌شود. تورم غدد لنفاوی. یکی دیگر از نشانه های ظاهری عفونت HIV بزرگتر شدن غدد لنفاوی است که از بد و ورود ویروس به بدن آشکار می شود و ممکن است 2 یا 3 هفته ادامه یابد. غدد لنفاوی در تمام بدن وجود دارند و بخش مهمی از سیستم دفاعی بدن محسوب می شود. غدد متورم و آسیب دیده ناشی از عفونت ویروس HIV معمولا در گردن، زیر بغل، کشال ران ظاهر می شود. در چنین حالتی حجم غدد لنفاوی ممکن است افزایش یابد و در نهایت اندازه آن به 1 توپ گلف برسد. این غدد ملتهب معمولا در برابر لمس حساس و دردناک هستند. خستگی و بیحالی مداوم. واکنش التهابی سیستم ایمنی بدن تا می تواند باعث شود احساس خستگی و بیحالی کنید. خستگی مداوم و طولانی مدت می تواند از علائم اولیه ایدز باشد. نداشتن اطلاعات کافی درباره این بیماری باعث نگرانی روز افسون مردم برای ابتلا به این بیماری می شود. مخصوصا افرادی که اطلاعات نصف نیمه ای درباره این بیماری دارند.
اگر شما هم از این دست افراد هستید و نگران ابتلا به این بیماری، توصیه می‌کنیم تست های آزمایشگاهی را انجام دهید. استفراغ و اسهال. اسهالی که مداوم باشد و به درمان‌های معمول واکنش ندهد نشانه ای از ویروس ایدز است. از این رو آن دست از افرادی که 7 روز پیاپی دچار حالت تهوع شدید و استفراغ شدند حتما باید به دکتر مراجعه کنند تا آزمایش‌های اولیه صورت گیرد. تشخیص دقیق بیماری ایدز تنها از طریق آزمایش خون امکان پذیر است و در صورتی که شما فردی در معرض خطر ابتلا به این بیماری می باشید و این علائم را نیز تجربه کرده اید، مراجعه هرچه سریع تر به دکتر و انجام تست های آزمایشگاهی را به شما توصیه می کنیم. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اونو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.